امروز برای اولین بار توی این دنیا قراره با دستور پخته منال 8 پا درست کنیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و اینکه من اولین بارم که دارم 8 پا میپزم. خدا به خیر کنه. اینجا یه فروشگاهیه که همه چی داره. بریم ببینیم میتونیم اینجا پیدا کنیم یا نه. بزن ببین. امیدوارم که داشته باشه. علی نداره. چه غلطی بکنیم ما را؟ آقا ما هر سری میاییم اینجا پر ماهیه اینجا. اصلا این میدید کلن همه شخطا پوسته. یعنی بپرسم داره مثلا؟ آقا ماهیه نگاه چقدر عجیبه؟ چشاشو نگاه کن؟ این چشاشه. آقا مارا بذار بپرسم ازش. یه دقیقه صبر کن. مارا مشنگانی ازش پرسیدم گفت اینجا تموم کردیم. اگه تو یخچال باشه تو یخچال، اگه نباشه که ویدیو کلا همین الان باید دیلیت شه. بریم ببینیم میتونه تو یخچال پیدا کنم. امیدوارم تو یخچال بچه تو رو خدا دعا کنید این ویدیو رو من میخوام بگیرم، میخوام امتحانش کنم. ما را فکر کنم همین یخچال رو گفت. ببین هست تو رو خدا پیدا کن، من نمیخوام این ویدیو به فنا بره. این چیه؟ اون چیه؟ اون چیه؟ وای وای ببینم یا حضرت عباس شبی مار میمونه. مارا چرا باید آخه اینو بخوری؟ حتما یه چیزی داره که میخورن دیگه. باید خیلی ترسناکه. برداریم واقعا؟ یعنی بریم درست کنیم؟ یعنی من باید درست کنم؟ خدا رو شکر پیداش کردیم. حالا بریم بارال ببینیم برای مریم میتش باید چیکار کنیم. مارا جانم پشمات میریزه. چیه؟ برو مارم ببین چی پیدا. یه دقیقه وایسا. این چیه؟ مارا ترشیشه. مارا وای مارا ترشیه، نگاه کن چه کثافتیه. مرینه اتوبوس نه ترشی نیست، داره که آماده شده. وای علی نه بذاری سر جاش. نه البته نه، اونو که خودمون درست کنیم خوشمزه تر میشه. سر. آره 100% بذار سر جاش. پشم اون ترشی اتوبوس کی خورده تا حالا؟ هیچ کس تو کل دنیا. البته چرا میخورن؟ چی رو پیدا کردی؟ اختاپوس دیگه. بله خدا رو 100,000 مراتب شکر. مواد لازم برای درست کردن اختاپوس. چی نیازه مارا؟ چف روغن زیتون، نمک و فلفل، سیر خرد شده، جعفری تازه خرد شده. اینا رو که هیچ کدوم نداری خب؟ پودر پونه، آب لیمو تازه، همشون رو داری. همش همین؟ آره. واقعا؟ همشون هم داری. خونه دارم همه. مطمئن؟ نریم خونه بگیم ندارم یادم رفته. ما حالا چند تا ادویه خودمونم جدا یاد کنیم. من میگم دستور خودت باشه عشقم، بذار خاص باشه، بذار یونیک باشه عشقم. ادویه های توی خونه دارم که هیچ جا پیدا نمیشه. پس یعنی بریم خونه بقیهشو درست کنیم. آره باید پودر پونه رو از اونجا بخریم. خب بریم بخریم. بریم پودر پونه. پودرش که سلامت خود پونه رو. آقا یه چیزی بگم، من شکل یادم رفته، یعنی نمیدونستم پونه شکلیه. همیشه پودرشو میخورم ولی این خودشه. شما خودتون دیده بودین خودشو؟ من همیشه چون پودرشو دیدم خودشو ندیده بودم. خلاصه پونه پیدا کردیم، میمونه روغن زیتون. بزن بریم پیداش کنیم. حدس میزنید اومدیم کجا؟ اومدیم توی یکی اتاق فکر که هیچ کس هم فکرش رو نمیکرد. اتاق شراب و شاهای چون قرار اختاپوس درست کنیم دیگه. امروز مغزم رد داده، میخوام گرانترین شراب دنیا رو بخرم و اختاپوس بخورم اشمام. چون قرار ما رو درست کنم میدونم جون امیر. حالا چه شرابی میخوایی بگیریم؟ من اینجای شرابی دیدم. کش قیمت شما ببین 7,299 لیر میشه به عبارت 15 میلیارد تومان. این شب بوده. خب برده مالا چه سالیه؟ مالا سال 2013. خب این شرابو ما دیدیم ولی اینجا یه مالا شراب هست. چقدر زده مالا جان؟ 175 تله. بعد اینا بهتره اونو علکی. آره بابا 40 تن علکی. تلاش های بسیار بالاخره روغن زیتون هم پیدا کردیم. سریعتر بریم درست کنیم که من خیلی ذوقه شدم. منم همینطور. بریم تو رو خدا. خیلی خوش اومدیم به آشپزخونه بارال. آقا ما هم که رسیدیم بارال این اختاپوس رو باز کردیم. همونطور که مشاهده میکنیم باورم نمیشه برای اولین بار توی این زندگی و هستی
قراره اختاپوس درست کنیم و بخوریم. ببین یه ذره شکلش نامیزانه ولی سعی کن ما را میزانش کنی. سعی کن میزان شد یه چیز مشتی در بیاد. اولین چیزی که لازمه یک عدد آب، یک عدد آب بریزی تو قابلمه و بذاری توی گاز، بعد آب به جوش بیاد، توشم نمک میریزی. نمک به مقدار مثل اینکه خیلی اندازه زیاد داره ریختی نمکم. آره مرسی، متشکرم بابت ریخت و پاشی که کردی. آرد ریختی؟ آرد ریختی؟ میرم میرم. بعد بذاریم این جوش بیاد، بعدش که جوش اومد توش اختاپوس رو میندازیم. بچه ها توی این که آب جوش اومده، البته این تازه فهمیدیم، باید این رو بذاریم روی تخته و با یه گوشکوب، حالا من چون گوشکوب نداشتم با این میزنم، اینجوری هی بعد بکوبیم تا گوشتش نرم بشه. بچه ها چه دلت میاد اینجوری بزنیش مارال؟ علی نگو تو یک کافر، اینو میدونستی؟ کافر مثل قاتل بودن دارم. دارم این بدبخت رو به این روز میدازم. میکوبی تا گوش آشقا. شب میاد دستاشو اینجوری میکنه. خدا خوابشو ببینم. چرا تو این کارو نمی کنی انداختی گردن من؟ خب میتونی بدی به من؟ تو خود گفتی میخوام خودم انجام بدم. باری کلا مرا چجوری دلت میاد میگو بخوری؟ هشت بارو دلت نمیاد؟ میگو دیزه میزه کچونو. شاه میگو چطور؟ لابستر چطور؟ بکش نامرده بکش. بعد از اینکه کوبیدیم سه چهار بار میذاریم تو آب جوش اینطوری تا دومش بپیچه. البته من انقدر کوبیدمش دیگه دومش میذاره دیگه، دومی براش نمونده عزیزم، دومش رو نابود کردی کامل. باید بکنی تو آب، بذاری یه ذره بمونه. دومش داره پیچ میخوره. آره انداختی تو درش بیاره. چه صف شد سری؟ جدی؟ آره باری کرده چه خوش رنگ هم هست. دیگه باید کمش کنم، باید با شعله ملایم بر ثانیه. دیگه من بذاریم فکرم 45 دقیقه تا حالا یک ساعت بذاریم توی آب جوش بمونه. بریم تا 45 دقیقه آینده. بایستو مارال چی کار داره میکنی؟ مارال معلوم هست پیچید. پس میگن بپیچ بریم، داستان اینه. حالا بعد بچه این بمونه به مدت 45 الی 60 دقیقه که ما 60 دقیقه میذاریم بپزه کاملا پخته بشه. مرسی. با شعله خیلی خیلی کم، چون نوشته بود که اگه با شعله زیاد بذارید بپزه لاستیک میشه. او لابستر yes. مرسی بچه ها، من دستم سوخت، اومدم در قابلمه رو باز کنم ببینم دست تو. من کل حرارت خورد به دستم و گوشتم رو بای برم کرده از گست سوخته. حالا این دیگه پخته بچه، یک ساعت گذشته و اینو باید درارم بذارم. آب قهوه‌ای شده، فکر کنم جوهرشو پس داده. نمیدونم که میشه پوستشو خورد یا نه. آره سرخ بکنم دیگه، با پوست سرخ میشه دیگه. بعد بذاریم خنک بشه. گفته بودن که بعد از این که اینجاش پخته، این سرش سفته بوتی. این بعد بپزه بعد بذاریم خنک بشه که دیگه بعد بریم سراغ سرخ کردنش. یه 5 دقیقه تو دما بمونه خنک شده. تو رو حضرت عباس. بچا اینو درآوردم باشه بذاریم توی دمای محیط خنک بشه. حالا اینا رو برش میزنیم به تکه های کوچک. ببینم ببینم همش قزروفه، همش خورشته مولا، چون چیزه قزروفیه یه ذره برشاتو. خب اینو دیگه معمولا دوم آخرشو خیلی برش نمیزنن، دوم
گوشتو میخوری؟ میخوریم دیگه. آره اون روزا بمونه. خب میرسیم داخل. یه ذره صبر کن. یه ذره برشاشو یه میتونی بیشتر کنی چون خیلی مطمئنم یه ذره سفت و قذروفیه، شاید جویدنش راحت نباشه. اگه از الان این کارو بکنی به خیلی بهتره. میشه این داره ایناش جدا میشه. خدا لعنت کنه تو رو. یعنی کوچیکتر کنه. آره آره آره. سفته؟ آره. خیلی؟ نه سفت نیست. من میگم از اینو. اوکی دوکی. و سلام. بریم سراغ ادامش. بچه من سیر خورد شده کلا سیر آماده داشتم. حریره سیر. میزنم برای این که بوش بره. فکر کنم یه قاشق. اوه سیره چه بویی داره مارا. سیره رو مامانم درست کرد خودش رو کرده فرستاده. خیلی سیره بو داره. و به همراه یه چیز جدید یاد گرفتم روغن. از روغن اینو برمیگردونن اینجوری میذارن توش. اوه افتاد. افتاد توش نه من حالا برمیگردم میذارن چی میشه؟ آروم میواد. بابا اونا فیلم تو این سحنه کیه؟ دیگه آها پونه. سب کنید. بچه علی سوالی از من پرسید واقعا خیلی ذهنمو درگیر کرد. برگشت که پونه مگه همون نعنا نیست؟ اصلا پونه مگه برگ نداره؟ برگی نیست. همشون خودشون یه برگ جدا هم. آخه این اصلا برگ نداره. این چه شکلیه؟ خودشه. چه خوش شده دیگه. حالا بابا شبیه حلزونه توی دو دامه. اینقدر دستو بردار. آقا اینو نگاه کن داخلشو. ببین چقدر برگاش کوچولوه. میبینی؟ چرا این شکلیه؟ این شکلیه دیگه. پونه همیشه پودر پونه رو بیم چون خودشو نهیم مستن میگم. یه ذره پونه میزنیم. سرکه سکته نمکی. خب من از جان میرسیم به سکته سیب. مقدار خیلی کم. ببین من بی صبرانه منتظرم ببینم چی میشه این غذا. سرکه بد جور دارم میخواد. فلفل و نمک. باش فلفل چیز میذاری؟ پول بیبر میذاری؟ اونم میذارم. انقدر این گوشت زیاده حالا همه چی میذارم این بورو از بین میبرم. این باید 30 دقیقه بمونه تا بره تو خوردش. خوردش. باید اینجا سس سویا بزنی؟ سس سویا رو آخر سر بریزیم خوش می‌خوره. متی. الان 30 دقیقه گذشته و ما باید در رو سرخ کنیم. ببینید که توی روال آشپزی ها اینجوری پاره کردن باید مثل یک حیوان اون رو اهلی. آره آره. آرد رو می‌ریزیم. چه بوی گرفته ماشاءالله. اوه می‌خوای همینا خام خام بخوریم بچا پشمشون بریزه؟ خامم خیلی نیستا. آرد رو 30 دقیقه تو آب جوش بوده. بچه این تیکه هایی که میبینید 8 پای 8 پای که پا در آورده. آره اگه 8 پا رو میشه خورد. خب 1000 پا هم میشه خورد. میخورن. آره آره. پس یه بارم ویدیوی بچه اگه دوست داشتین تو کامنت ها بریزین. آره بریزیم که اون ویدیو 8 بارم به حقیقت هم بخوریم. این همش جدا شدیم بیلی بیلن کاش. اه من کلی عشقم این بود اون چیزاشو بخورم. اونو که میچسبه به در دیوار. اون چیزای حبابیش دیگه کم نشد. نه تو رو خود بگم کم. اینجا من حرف ندم بچه. کار دنیا رو باش با سر که میمیری. ولی یه سیبه میگرد خیلی خوشمزه میشه. 100% چون گوشتش لذیذ و چون که چی؟ و چون که شما درست کردی اصلا اون که 100 در 1000 مراتب اونه. امروز درست کردم من. شما کیلی خانم هستی درسته؟ آره عشقم. خب مواد دیگه اضافه نمی کنیم بهش فقط خانم غیر محترم. نه بچه اگه من اینجوری دم آرد رو بزنم چون راستش من دلم نمیاد اصلا دستم بخوره بهش تا وقتی که کامل آماده بشه. بابا مواد دیگه نمیخواد؟ چه موادی عزیزم؟ چه موادی؟ میشه شما به من بگیم؟ سس سویا. سس سویا رو که الان نمیریزم حالا شاید مثلا تا شکن. مالا جان جانم
میشه از این فلفلای هندوستان هم استفاده کنیم؟ بله 100%. میخوام الان اینو بندازم تو مایتابه. بچه‌ها روغن زیتون ریختم توی قابلمه. اینا همه زیتونه یعنی؟ آره. یه حسی به میگه خیلی خوشمزه میشه علی، خیلی. امیدوارم سیر بشیم. کاشون دومیانم درست میکردیم. اصلا دلم نمیخواد با این سیر شم، فقط به حد تست کردن و مزه کردن. واقعا من گشنمه. همه شو تو بخور، من یه دونه بخورم. غلط کردی. حالا میکنم تو حلقت بچه ها، چون که یادم رفته بود که لیمو بریزم تو موادش، میخوام الان بریزم. خسته نمیش بزرگ منش خانم آرال ما بیدار فکر. دقت میکنید که دیگه رو هر جای پیدا کردیم میبریم، مهم نیست. نه بشقابی زیرش میذاریم، نه الان یادش افتاده که بشقاب بذاره، ولی خب دیگه دیره. بچه ها یه ذره پودر کره هر زده بودم نشون میدم که زدم، خیلی قدرش زدم. اه؟ شکل و شمایلش که شمی مارماهیه، ولی خب سعی میکنیم احساس کنیم خوشمزه است. همش گوشته. به 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 خانوم خانوم ها، ببین واقعا هیچ آیدیایی در مورد این غذایی که درست کردم ندارم. یعنی علی جان اصلا نمیدونم چجوری شده. من به نظرم باید یه چاقو هم میابور شاید یه ذره صفر باشه. صفر باشه که اصلا نمیتونیم بخوریمش. نه آخه من یک بار تو رستوران خورده بودم. This is rainy, yes. This is amazing. قبل از اینکه تست کنی میخوام اول در این شرابو باز کنم. بده من. خودم. ماراجا توی این ویدیو اصلا نذاشت من بیام و اگه من توی ویدیو نبودم تقصیر مارانه. عجب آدمی. چون گفت نمیخوام. اصلا خب من درست کردم دیگه اینو. منم دو سه روز بعد سهمو خوردم. واقعا دلیلش این بود. یکم کم انرژی شدم بعد. علی جان مریض شده بود. اگه هم بذاره برارون بده ببخشید، چون اصلا بد نیست عزیزم. چرا که همینجوری کلی گفتم بچه‌ها اگه یه موقعی درسته، چون دو سه روز بود فقط رو مبل خوابیده بودم. کمک نیاز نداری لیدی، لیتس پرس. نو بیبی، دلم میخواد امتحان کنم و اگه فیوریت هم بشه مارال هر روز باید برام غذا درست کنی. عزیزم دیدی چه اتفاقی افتاده؟ خب الان بهتر شد اتفاقا. اینو بچرخون دورش. باورم نمیشه. بده من عزیزم. اینو بگی بکشه. اینو بده اینو میکشن. اگه تو اینو صف بگی، این از اینجا بگیرش کن. میصف میگیری خیالم راحت بکشم. بایستا نه صف گرفتی؟ صف گرفتم. برو بکشم. بکش وای نه صف گرفتم. برو بایستا برو. حالا خدا به خیر بگذرونه وقتی اولش اینجوریه. این آب میوه است دیگه. بله آب میوه است. آه اینا یادم رفته بود بگم، ما این رسپی رو از جکی چین هم نیست. از جکی چین پرسیده بودیم. و و و مارال جان واقعا سر غذا خوردن استرس نداشتم هیچ وقت که الان دارم. مغزم داره سوت میکشه. استرس بابته بابته به واه
صبر کن باش. رو همش نریز دیگه. بیا بابا بیا. بابا علی آروم. علی همش ریختی، چرا این کارو کردی؟ عشقم به من اعتماد کن. اعتماد کن. شاید اصلا خوب نشده باشه. میگم به من اعتماد کن. من از خود علی میشه اول تا تست کنی؟ من از خود جناب چین پرسیدم این رو. بذار قشنگ. حالا یخش کردی. بخورم؟ بخور. سفته؟ آره یه داره خوزروفیه. نمیخورم. باید خیلی خوشمزه است. واقعا هشمت میریزه. نه بذار دهنت بجو، اونجوری دهنت سرویس میشه بخوای بخوری. انصافی خیلی خوشمزه بود. بابا بذار دهنت بخور، فکر کن داری میوه میخوری. خدای خوشتمه، خدای خوشتمه. میخوام اینو کوچیک بردم چون یه ذره چیز دندونم کشششو ندارد. اینو برمیدم. من دیگه نمیخوام. چرا؟ خیلی لاستیک شده. خب بابا خب مثلا گوشتش این مدلیه. واقعا خیلی خوب درستش کردی پشمون. واقعا؟ یه ذره لاستیکیه. چرس. نه خب گوششو همش خوشته. بله خوشمزه است. خب خوشمزه. انگار داری جوجه کباب میخوری ولی یه ذره گوشتش سفته. ولی خیلی خوشمزه است ها، گوشتش سفته. شاید هم من خوب درست نکردم. خب سخت درست کردم. نه عالیه. معلومه. آه دیگه چیکار کنم دیگه، اولین بارم بود درست کردم. میگم خیلی خوشمزه شده. من خورده بودم هم همین شکلی بود. واقعا میگی علی؟ من خوردم ولی یادم نیست. حتی تو خوشمزه تر درست کردی میتونم بگم. آه؟ آره. فقط حیف که من دندان ندارم. این چی بوده؟ یه نخوابزون شد خسته شدی. تو مطمئنی جنوبی؟ مطمئنی میگو میخوری و ماهی؟ من مطمئنم که جنوبیم و مطمئنم که میگو و ماهی. چرا اونجا میذاری؟ کجا بذاری؟ بذار اینجا، چرا کثیفش میکنی؟ مطمئن بابا ما را خرابش کردی بابا. چیه مگه حالا این؟ میتونم به این غذا از نمره 1 تا 10 نمره 7 رو بدم. از بابت خوشمزگی میتونم نمره 9 رو بدم. یعنی خوشمزه است واقعا. چرا 7 دادم بهش؟ الان که خوردم خوب بود. نه همش خوبه. اینی که چرا 7 دادم بهش دلیلش این بود که یه ذره چون قزروفی و سفته، من متاسفانه به دلیل دندان‌های نامناسب نمیتونم کامل بجوام. وگرنه یعنی اگر مناسب بود مطمئن باش جر داده بودم همه رو. از 1 دادمش نمره 5 میدم. 4 5 5 میدم. 4 و 5 به خاطر اینکه مزه چیزی نداره که بگم واو چه چیز خفنی خوردم پرام، چه مزه عجیب و جدیدی. نه مزهش کاملا یه مزه که مثلا انگار میگم داری جوجه کباب میخوری. مزه غذا دریایی دیگه. دیدید غذا دریایی همش خیلی طعمه. هم مزه غذا دریایی نمیده. میگم انگار داری جوجه میخوری. میگه چی میگم جوجه هم. مثلا مزه میگو و ماهی نمیده، انگار داری یه چیز مثلا مرغ میخوری عادی، یه چیز عادیه مزهش. ولی چون خوشمزه است، مزه که بدی نداره، بعضی دوست دارن. ولی من فیوریت هم نیست. یعنی خب چیزی نیست که بار دوم بگم اینو بخرم درست کنم. خب چرا 4 دادی یا 5؟ دلیلش چیه؟ بعدش اینه که خب 8 پاه. قیافش خیلی وحشتناکه. خب اصلا خب تو یه چیزی که میخوری بعد از قیافش هم بهت حال بده دیگه. خب آخه میدونی چیه؟ خدایش بذار یه صادقانه صحبت کنیم. بگیم میگو رو قبل از اینکه پاکش کنی خدایش قیافه وحشتناک. میگو وحشتناک باشه به هر حال عادیه. یعنی من از بچگی خب، میگو دیدم. عادی شده برات. خب برای من عادی نیست الان این. این عادی نشده به همون دلیل. نه حالا به عادی بودن فلانه همه رو بذار کنار. یه نمره ابوبت طعم و گوشتش بده. یعنی مثلا 5. مزهش هم میگی 5. آخه مزهش هم هزار تا چیز میزدیم. یعنی مزه خالیشو آدم نمیتونه. ولی چون خب بوشم واقعا بوش
زیاد بود خامشو که موقعی که داشتیم آب پز میکردیم یه بویی تو خونه را افتاد، کل خونه رو بو پیچید، اصلا یه بوی خیلی من اول فکر میکردم بو فاضلابه، بعد من مارال به من گفت بوی اینه، بعد من داشتم خودم متقاعد میکردم که بودم مارال بوی فاضلابه، که آخرتا فهمیدم بعد هر چقدر گذشتم نه مثلا بویه داره بیشتر میشه، ولی در کل خیلی خوشمزه از خودش و میتونه غذای مناسبی به عنوان مزه باشه حتی. نه اصلا فوق العاده غذای سنگینیه، قیافش رو نبینید چند تیکست، هر یه دونش یه جوری سنگینه، انگار مثلا دو دونه این بخوری انگار مثلا نصف پرس شلو کباب خوردی، خیلی سنگینه. راستی لیمون نزدیم ما را؟ لیمون مرال تموم کرد ولی لیمون رو نزدیم ما، اگر من لیمون هم میزنم بشه دیگه بخور، هر بار میخورم مرمور میشم، هر بار میخوره مرمور میشه، چرا نمیدونم چرا. ببین تازه من خیلی مواد زدم بهش، تو رستوران اینجوری نبود که خوردیم، تو الان مزه خوشمزه است، تو رستوران کاملا مزه میگو میده. در کل وقتی که این غذا رو تست کنین دو نظر دارین، هیچ کس نمیگه اه بدمزه است، مطمئنم هر کی که بخوره اینو یا میگه خیلی خوشمزه است یا میگه عادی بود چیز خاصی نداشت، همین، واقعا مزه بدی نداره، مزه عادی داره. بعدی که زیاد باید بجویی. آره زیاد جویدن ممکنه واقعا اذیتتون بکنه. من احساس کنم الان شبیه هش باشدم، بشنم شب بیاد تو خواهم، ولی خیلی سنگینه بچه ها، واقعا غذای سنگینه. ببین یه تیکه الان مثلا میخورم خیلی احساس سنگینی میکنم، خیلی خیلی سنگینه، غذای سنگینیه واقعا. گوشتش واقعا عجیبه، کلن هشت با موجود عجیبیه. آیا هفت باشه چیه؟ هفت باشه اتفاقا همینه، موضوع همین بوده. نه میگم هفت پاشه، هفت پاشه نه شیش پاشه، ده پاشه مثلا، اون موقع مثلا هشت باشه، هشت پاش پاش که پا میشه، هشت پاش که هست که هشت پاشه، هشت که پا میشه، ولی اگه یه موقع هفت پاشه چیه؟ اون وقت دیگه شیش پا میشه، اون موقع میره مدرسه. من همشون دارم میجوام. در کل یه نکته هم بگم، منی که دارم الان این نظر رو میدم، من عاشق غذا دریاییم، یعنی من ماهی میگو اینجوریه که هر روز بذاری جلو میخورم، من غذای مورد علاقه و فیوریت هم کلن میگوه، عاشق میگوه هم، احساس میکنم چه غذای خوشمزه تر از میگو تو دنیا برام وجود نداره، با این حال من با هشت حال نکردم. ببینید دیگه منی که انقدر غذا دریایی دوست دارم، نظرم در موردش این بود. حتما منفیه؟ نظرم ببین نه علی منفی نیست، نه منفیه نه مثبته، خونسه یه چیز کاملا عادیه که فقط چرا باید بخوری؟ خب این چیز مزه عادی داره، چرا باید اینجوری بخوریمش؟ میفهمی چی میگم؟ اگه شما هشت بخوردین حتما تو کامنت ها نظر برامون بنویسید که شما اولین تجربتون از هشبا چی بوده اگه مصرف. اگر هم که تا حالا نخورده دوست دارین تست کنین، پس بهتون پیشنهاد میکنم که امتحانش کنین، چون که ما کلن عقیدمون بر اینه که همه چی رو بعد یه بار تست کنیم، ارزشی یه بار تست رو داره. آره. بعد تست کنیم دیگه. آره وای همه چی رو یه بار تست کنیم. دقیقاً، ولی نه هر چیزی رو. همه چی رو یه بار تست کنید، همه چی. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید، ما رو پیدا کردید و ما رو پنهان. دوستتون داریم شدید، تا دیدار مدید، تا ویدیوی دیگر، دیداری بدرود. لطفا تلویزیون رو ترک نکن هاشمیو. چی میگه؟ قطع نکن. نمیدونم چشم رو بزنی هاشمی نیست.